جو بایدن در صحنه بین المللی بیگانه نیست و مدت هاست که حامی صوتی ناتو و سایر متحدین و کشورهای همپیمان با عنوان ستون اصلی امنیت ملی ایالات متحده بوده است. وی از سال 2009 الی 2017 به عنوان معاون رئیس جمهور تحت ریاست جمهوری براک اوباما خدمت کرده است. بایدن از 1973 الی 2009 به عنوان سناتور ایالت دلاور در مجلس سنای ایالات متحده مستر خدمت شده است. وی عضو طولانی مدت در کمیته قدرتمند روابط خارجی بود و دو بار به عنوان رئیس این کمیته کار کرده است. وی در سال 1994 از مداخله ایالات متحده و ناتو در بوسنیا حمایت کرد. در طول انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه آن زمان به شدت نسبت به ناتو انتقاد داشت و بایدن معاون رئیس جمهور در پی اطمینان دادن و متحدان در بالتیک بود که ایالات متحده همیشه در صورت حمله از آنها دفاع خواهد کرد. من می خواهم این موضوع را روشن کنم. می خواهم این مسئله را برای همه مردم کشورهای حوزه بالتیک کاملا روشن سازم که ما افتخار سپردن تعهد ایالات متحده را به ماده 5 توافقنامه با پیمان ناتو داریم و به آن وعده سپرده ایم. ترامپ با عنوان رئیس جمهور بارها و بارها روی هزینه ها و مصارف مالی ایالات متحده برای حمایت از ناتو تمرکز کرده است و از اینکه آلمان و سایر اعضای ناتو در این زمینه مصرف ندارند شاکی است که سهم منصفانه آنها پرداخت بیش از 2% از تولید ناخالص داخلی آن برای امور دفاعی می باشد. می دانید که ایالات متحده تمویل کننده اصلی ناتو است. ما سال هاست که بیش از هر کسی دیگر پرداخت می کنیم. بنابراین ما از اروپا دفاع می کنیم. اروپا همچنین از ایالات متحده در تجارت سود می برد. وضعیتی که شما باور نخواهید کرد. تحلیلگران می گویند ترامپ اولین رئیس جمهور ایالات متحده از زمان هری ترومن است که به ارزش اتحادهای امنیتی برای امنیت ملی تردید دارد. وی به مراتب اظهار داشته است که او نه تنها فکر می کند که اروپایان به اندازه کافی عمل نمی کنند، بلکه ممکن است روز فرا برسد که ایالات متحده نخواهد به عنوان یکی از اعضای این سازمان باشد و این دورنما و چشمانداز اتحاد را به شدت آسیب رسانیده است. این باعث شده است که متحدان اروپا بگویند آیا واقعا می توانیم به ایالات متحده اعتماد کنیم؟ سایر تحلیلگران می گویند که با وجود اظهار نظرهای ترامپ در انتقاد از متحدان اروپایی ناتو و تمجید روسیه، دولت وی همچنان از حمایت از ناتو و از برخی جهات همچنان فراتر از دولت اوباما در کنار مسکو با نمونه های از قبیل تهیه میزایل های ضد تانک با اوکراین استاده است. برادلی بومن که به سناتورهای جمهوری خواه در سیاست خارجی توصیه می کند می گوید آنچی که او انتظار دارد در رسیدن بایدن بر ریاست جمهوری نهفته است. شما تأکید مداوم بر تشویق متحدین اروپایی و ناتو برای سرمایه گذاری مناسب در امور دفاعی را خواهید دید که نه فقط بر میزان سرمایه گذاری بلکه به نحوه اضافه کردن توانایی واقعی استوار خواهد بود. دالدر و بومن هر دو می گویند که با مشاهده به گفتار بایدن آنها توقع دارند که در برابر متحدین ناتو یک لحن کاملا متفاوت از او را ببینند. لیلا مهبی بزیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.